بررسی آخرین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در هشتگ چرا با نگین راغ. خواسته درود بر شما فارسی زبانان، اگر از افغانستان بیننده این برنامه هستید یا افغانهایی که در هر کجای این جهان دارن این برنامه رو تماشا میکنن. امروز در قسمت اول برنامه با دکتر حسام نوذری زیستشناس همراه هستیم و میخواییم در رابطه با مسائل افغانستان صحبت کنیم. درود بر شما دکتر نوذری، خیلی خوش اومدید این برنامه. درود بر شما و بینندگان گرامی شما، به خصوص در افغانستان عزیز. دکتر نوذری، هیچ اطلاعاتی الان نداریم که چند نفر میتونن در افغانستان برنامه ما رو ببینن. اگر بخوایم به گذشته یک پلی بزنیم، بینندگان ما در افغانستان زیاد بودن، اما با این وضعیتی که فعلا در حال حاضر پیش اومده، سوالات زیادی همه دارن. من میخوام پیش از هر چیز این سوال رو با شما مطرح کنم: چرا این اتفاق افتاد؟ چطور میشه بعد از 20 سال که روزانه فقط آمریکا در افغانستان 300 میلیون دلار هزینه کرده و کشورهای دیگه، چطور میشه تهجر برگرده و اینقدر سریع بتونه همه جا رو بگیره؟ الان چقدر خوشحال هستم که برنامه رو با واژه پارسی دانان آغاز کردید. من با برخی از رسانه‌های افغانستان سال هاست که در ارتباط هستم، با جوانان افغانستان، و اگر شما به تاریخ افغانستان نگاه کنید، به این سرزمین، میبینید که چطور تاریخ دو میهن ما در هم جوش خوردن و این برمیگرده راحت به 4000 سال پیش و از لحاظ بیولوژی، زیستشناسی و مردم شناسی که بسیار بسیار پیش از اون، برمیگرده به ده ها و ده ها هزار سال پیش. از اون طرف در مورد این 20 سالی که گذشت، بیش از اون نیت پاک نبود، نیت هجوم به افغانستان پاک نبود. بهانه های متفاوتی رو کشورهای متفاوتی انتخاب کردن برای حمله به افغانستان، از اتحاد جماهیر شوروی بگیرید شما تا ایالات متحده امریکا یا کشورهای اروپایی. مردم افغانستان به راستی از پشت اونها خنجر زده شده و مرتب، درست مانند اون چیزی که ما در ایران شاهد اون بودیم. شما نگاه کنید به ادبیات افغانستان، به ترانه و موزیک در افغانستان، به دلاوری مردم این کشور. شما سری بزنید به شاهنامه. شاهنامه، بارها گفتم، شناسنامه ما هست، جان ایران هست، جان افغانستان هم هست. شاهنامه شناسنامه افغانستان هم هست. شما کافی است که سری بزنید به قصه رستم، قصه گذشتگان رستم. و از اون طرف بسیاری از بزرگان ما در افغانستان خاک هستند. شما زمانی که از مزار شریف یاد می کنید، از قندهار، از کابل، در ایرانیان برای ما تمام این شهرها عزیز هستند در طول تاریخ، مهم هستند در طول تاریخ. بسیاری از بزرگان ما در اونجا خاک هستند. بنابراین در یک جمله کوتاه برای پاسخ به پرسش شما، نیت پاک نبود. دکتر نوذری، پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که شما در رابطه با ایالات متحده گفتین، چه باید میکرد آمریکا زمانی که اسامه بن لادن رو خواست و تحویل ندادن و به اجبار واقعا رفت افغانستان؟ شما اون زمان رو منظورتونه یا در یک بازه‌های زمانی دیگری؟ نه، ببینید، بن لادن چه رفتی به افغانستان داشت و در فاصله کوتاهی وارد پاکستان شد و ایالات متحده امریکا از این موضوع اطلاع داشت، چه رفتی به افغانستان داشت. و اگر به اون افرادی که به نیویورک حمله کردن، به اون تیم بن لادن نگاه کنید، کدوم یک از اونها افغانی بود؟ کدوم یک از اونها اهل قندهار بود؟ کدوم یک از اونها اهل مزار شریف بود یا اهل کابل بود؟ هیچ کدوم از اونها. اغلب اهل عربستان بودن و یکی دو تا اهل اردن و کویت. بنابراین هیچ ارتباطی به افغانستان نداشت و در فاصله کوتاهی همه میدونستن پشتیبانی پاکستان رو، نقش پاکستان رو. و اگر باز تکرار کنم، شما کافی است که سری بزنید به جوانان افغانستان زمانی که با اونها ارتباط برقرار میکنید، نه ارتباط های سنتی توسط رسانه های غربی، ارتباطی که خود ما داریم، ارتباطی که شما دارید، ارتباطی که من از طریق تلگرام یا از طریق های دیگه با
جوانان افغانستان دارم. شما میبینید که درست همون مشکلی رو دارن که ما داریم. اگر شما به استودیوهای رادیو تلویزیون افغانستان در چند روز پیش نگاه کنید، چه تفاوتی میبینید میان اون اشغالگران و ابراهیم یزدی و صادق خلخالی و روح الله خمینی؟ همون قیافه ها، همون رفتارها، همون اندیشه ها رو شما در اونها میبینید. شما نگاه کنید به دادگاه های ایران، به ابراهیم یزدی، قیافه این آدم، به ابوالحسن بنی صدر، نگاهی بکنید به سایر اونها، معنم یا بدون امامه، واقعا هیچ تفاوتی شما نمیبینید. و اگر به تاریخ کشور خود ما هم مراجعه کنید، متوجه میشید که به راستی توطئه‌ای در کار بود. و مردم افغانستان الان سالها هست که مورد هجوم هستند، سالها هست که مرتب از پشت اونها خنجر زده شده، و مردم امریکا هنوز نمیدونن که بین لادن افغانی نبود. مردم امریکا هنوز نمیدونن که دلیل حمله ایالات متحده امریکا به افغانستان بن لادن به راستی بهانه ای شد، یا یعنی اینکه در فاصله کوتاهی میتونستن خاک افغانستان رو ترک کنن، به خصوص با اون حضور مهمی که داشتن و با اون ارتباط خوبی که میان ایالات متحده امریکا و افغانستان ایجاد شده بود، به راستی میشد به خوبی از اون بهره برد. اما افغانستان سرزمین بسیار ثروتمندی هست. بسیاری از باتری های جهان نیازمند به افغانستان و معادن این کشور هست. دلیل حضور بسیاری از کشورها در افغانستان، حالا چه چینی ها باشن فعلا و روس ها و ایالات متحده امریکا، به خاطر موقعیت این کشور هست. و باز همین موقعیت این کشور هست که شما اگر سر بزنید به زمان اسکندر حتی و بعد پس از اون، مرتب به نقش سوق الجیشی افغانستان پی میبرید. اما در دوره های اخیر به هیچ عنوان نباستی غافل شد از شرکت های بزرگ اروپایی و ایالات متحده امریکا و نقشی که معادن افغانستان بازی میکنن در این مورد، و از اون طرف و از اون سو مواد مخدر و پولی رو که بهره برداری هایی که از خشخاش میشه در افغانستان. بنابراین اگر زاویه های متفاوت نگاه کنید، میبینید که نه حمله به افغانستان هیچ دلیل منطقی داشت، نه بین لادن افغانی بود، نه افغانها نقش داشتن در تروریسم در سطح بین المللی. اما مرتب رسانه های غربی مسیر رو عوض کردن، داستان رو عوض کردن، قهرمان سازی کردن، و بعد از این قهرمان ها دعوت می کردن در رسانه ها، با اونها مصاحبه می کردن. هیچ وقت طبق معمول الان هم همینطور است. آیا در مورد کووید 19 ما شاهد اون نبودیم؟ کافی از شما به همین دو سال پیش نگاه بکنید، شدت دروغ پردازی رو شما نگاه کنید، به همین آقای آنتونی فوچی، به سازمان بهداشت جهانی، به آقای فرانسیس کولینز از NIH، نگاه کنید به نقش رسانه های امریکایی در آگاهی های غلط به مردم دادن، که هیچ وقت به این اندازه مردم امریکا به علم بدبین نبودن. به راستی مایه شرمساری هست کشوری که مهد علم مدرن هست و در اون مردمی زندگی میکنن که به شدت شریف و شرافتمند هستن. امریکایی ها بسیار راستگو هستن، مردم بسیار مهربان و صادق. آمریکایی ها الان هم بسیار ناراحت هستن از این مسئله خروج این شکلی حداقل آمریکا. محبوبیت آقای بایدن رسیده به 48% از 55%. این یک سقوط عجیب و غریب هست، سابقه نداشته چنین سقوطی. فکر میکنید آیا این ابراز نگرانی به تنهایی کافی هست؟ فکر میکنید که باید مردم افغانستان رو این شکلی به حال خودشون رها کرد، زنان افغان رو، بچه ها رو که در همون ساعتهای اولی که شهرها اشغال میشد گروه طالبان حمله میکردن به خونه ها و دختران بالای 12 سال رو میبردن برای عقد با جهادگران طالبان؟ فکر میکنید دنیا، به نظر میرسه که دنیا تصمیم گرفته که چشمش رو بر روی تمام این مسائل ببنده، خاصه که چینی ها اولین کشوری بودن که طالبان رو به رسمیت شناختن، یا روسیه سفارتخونه‌اش رو تعطیل نکرد. به نظر میرسه که خاورمیانه به چنگال این دوتا کشور داره میفته و همین نگرانی ها رو بیشتر کرده برای مردم اون منطقه، از جمله مردم ایران رو. ببینید در مورد رئیس جمهور امریکا صحبت کرد،
هر انسان منصفی به راحتی متوجه میشه که رئیس جمهور امریکا آقای بایدن دارای زوال مغزی است. یعنی مغز این آدم درست کار نمیکنه. اما شما نگاه کنید به روشنفکران خود ما، تحصیل کردگان خود ما، که در ستایش این آدم در طول یکی دو سال گذشته چه حرفهایی زدن، چه پستهایی رو در فیسبوک گذاشتن. شما آدمی رو دارید که به طور کاملا واضح دارای زبان مغزی هست، حافظه درست و حسابی نداره. راستی باعث آبروریزی امریکا بود در اروپا زمانی که خبرنگاران اروپایی متوجه حضور این گوشی کوچک در گوش این شدن که پاسخها رو به اون میرسوندن، یا اون فلش کارت هایی رو که داشت، یعنی حالت عروسک رو پیدا کرده که پاسخها رو به اون میرسونن. اگر یک مصاحبه مطبوعاتی زنده برای اون ترتیب بدن. الان ما شاهد همون مسئله هستیم. شما آدمی هستید که خودش قادر به تصمیم گیری نیست و ما نمیدونیم واقعا تصمیم ها رو چه کسانی در ایالات متحده امریکا میگیرد. اما من نمیخوام سر بزنم به مردم امریکا، سر بزنیم به خود ما. نگاه کنیم به واکنش های خود ما، نگاه کنیم به واکنش های روشنفکران خود ما که در طول یکی دو سال گذشته چه ستایش هایی رو میکردن از این آدم، اما در مقابل اون شما نمیبینید که کوچکترین انتقادی رو جرأت بکنن از مقامات جمهوری اسلامی بکنن. اما سر و صداهایی رو که راه میانداختن. یک مشکل بزرگ ما صفحات مجازی هستن، یک مشکل بزرگ ما رسانه ها هستن. بنابراین برگردم به آخرین جمله پیش از پرسش شما. امروز مردم امریکا به حق اعتماد خودشون رو به علم از دست دادن. امروز مردم امریکا به حق اعتماد خودشون رو به رسانه ها از دست دادن. بنابراین این رو میشه حداقل به فال نیک گرفت که ببینن زنده چطور یک رئیس جمهور هفته گذشته، هفته پیش از اون اعلام میکنه که همه چیز تحت کنترل هست، جای نگرانی نیست، و بعد یک هفته بعد اعلام میکنه که ما ساپرایز شدیم، انتظار این کار رو نداشتیم. و چطور شما میتونید قبول بکنید که نظری شما قبول دارین که اونم خیلی چیز عجیبی بود که چطور نظامیان انقدر راحت تسلیم میشدن و با کمال میل اسلحه‌شون تحویل میدادن؟ به خاطر اینکه سران نظامی امریکا، بسیاری از سران نظامی امریکا درجه های بالا فاسد هست. نه در افغانستان، در افغانستان تصمیم گیرها، شما پنتاگون رو نگاه نکنید به سربازان دلیر امریکایی که به راحتی از جان خودشون میگذرن. شما نگاه نکنید به این دلاوران امریکایی که به راحتی به کشورهای دیگه میرن برای دفاع از ما. بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، شریفترین آدم ها رو شما در ایالات متحده امریکا میبینید، در بخشندگی، در دست و دلبازی، در کمک به مستمندان، بهتر از امریکایی شما پیدا نمیکنید، بهتر از امریکایی پیدا نمیکنید که این مملکت میلیاردها دلار خرج میکنه. اما از اون طرف امریکا تبدیل شده به رسانه سلبریتی ها، امریکا تبدیل شده به اینکه ورزشکارها تصمیم بگیرند، هنرپیشهای هالیوود تصمیم بگیرند. و از اون طرف شما نظامی های امریکایی رو دارید، جنرال های امریکایی رو دارید که تا خرخره وابستگی دارن به بسیاری از کارخانه ها و فاسد هستن. بنابراین شاید فرصتی باشه که خود ایالات متحده امریکا بیدار بشه، مانند کووید 19 شاید فرصتی بشه که مردم بیدار بشن، که متوجه بشن بسیاری از مقالات به ظاهر علمی ما، نه مقاله های تجارتی، حتی مقاله های علمی ما دستکاری شدن. معتبرترین مجلات علمی ما مانند نیچر مقالاتی رو چاپ کردن که پس از یکی دو هفته اونها رو پس گرفتن، چون مردم متوجه تقلب در اون شدن. دانشمندان ما مچ اونها رو گرفتن. سازمان بهداشت جهانی، دانشمندان ما به خصوص در تایوان، همکاران من، مچ اونها رو گرفتن. در NIH مچ اونها رو گرفتن. در ارتباط آقای فوچی با بسیار از لابراتوارهای بین المللی که کارهای خلاف قانون میکردن، مچ اونها رو گرفتن. دکتر نوزای شما اشاره کردید، مجدداً به تایوان هم اشاره کردید. خیلی نگرانی ها الان هست در رابطه با افغانستان که این اتفاق افتاد، ایران همینطور به خاطر اون قرارداد 25 ساله، خیلی ها نگران هنگ کنگ هستن، نگران تایوان هستن. فکر میکنید وضعیت چین چی هست و این ملت هایی که
ابرقدرت نیستند، قدرت زیادی ندارند، صنعتی نیستند و وابسته هستند. چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ ببینید، تایوان آمادگی های لازم رو داره. تایوان هیچ وقت تنها روی ایالات متحده آمریکا حساب نکرده. حالا وقت اون نیست که در این مورد صحبت بشه، اما از اون طرف کاملا حق با شماست. به مراتب بیش از پیش نقش آمریکا ایجاد نگرانی کرده در تایوان. اما مهم این هست که ما متوجه بشیم که چقدر فرهنگ مهم هست، چقدر ضد فرهنگ خطرناک هست، و راه نجات ایران، راه نجات افغانستان، وظیفه ما در ایجاد، در دادن آگاهی هست، در برقراری فرهنگ هست، در زنده نگاه داشتن فرهنگ هست. و چه خوب هست که هم میهنان تاریخی ما، بسیاری از اونها پارسی زبان هستند، و ما میتونیم از این نعمت بزرگ، از این هدیه بزرگ استفاده کنیم تا با اونها هم مرتب در ارتباط باشیم، تا به لطف همدلی و به لطف همیاری افغانستان رو و ایران رو نجات بدیم. خیلی کوتاه فرصت داریم، 20 ثانیه. فکر میکنید افغانستان باید مسیر ایران رو طی کنه برای اینکه خودش به تجربه به این برسه که باید از دین عبور کرد و جامعه باید سکولار باشه؟ ببینید، ما نیازمند به فرهنگ سازی هستیم، در این تردیدی نیست، و الزاماً نباستی که از تجربه های تاریخی گذشته در دنیای بوده. به لطف ارتباط، به لطف تکنولوژی میشه سرعت بخشید به این آگاهی ها. بنابراین نه، مگر در میهن ما 42 سال 43 سال کافی نبود، حتی بیش از اون. باید برگردیم به بالای 100 سال. مردم ایران بالای یک قرن هست که یک مبارزه جانانه رو واقعا آغاز کردن. کدوم کشوری بیش از ایران اعدام داره؟ کدوم کشوری بیش از ایران جوانان اون قربانی میشن؟ بنابراین جوانان ما، ایرانی ها، مدت ها هست، بالای یک قرن هست که بیدار هستند، که مبارزه میکنن، که میجنگن. و مردم افغانستان هم واقعا همینطور هست، مردم اونها اونجا هم همینطور هست. در میان هممیهنان افغان ما فردوسی زنده است، خردورزی زنده است، و اینها گنجینه های بزرگی هستند برای ما. بنابراین من معتقد هستم که به لطف فرهنگ سازی، به لطف آگاهی، ما میتونیم یک شب راه 100 ساله رو بریم. ما لازم نیست که مرتب تاریخ رو تجربه کنیم، بلکه میتونه بسیار گران برای ما تموم بشه. خیلی از شما سپاسگزارم دکتر نوذری که وقت گرامیتون رو در اختیار ما گذاشتید. با یک ترانه فوق‌العاده با ترجمه دکتر حسام نوذری به نام هنگامی که تو را دوست دارم این بخش برنامه رو به پایان می‌بریم. از شما ممنونم دکتر نوذری. ممنون هستم و تقدیم به تمام پارسی دانای گرامی و ارجمند در افغانستان عزیز. میریم و برمیگردیم. ترانه‌ای در ستایش دوست داشتن. هنگامی که تو را دوست دارم پادشاهم، هنگامی که تو را دوست دارم سلحشوریم از گذشته های دور، رودخانم. ترانه از دمیس روسوس. زادگاه او مصر است، از مادر و پدر یونانی. ترانه ای که در اون مصر است و یونان است و فرانسه. هنگامی که تو را دوست دارم ابرهای زندگی نیز غروب را رنگین می کند. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier. Je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit, midi,
Quand je t'aime, j'ai des fleurs au goût des doigts. Et le ciel que je te dois est un ciel sans étoile. Quand je t'aime, j'ai la fièvre dans le sang. هنگامی که تو را دوست دارم حس می کنم که پادشاهم، سلحشوری از گذشته های دور، تنها مرد روی زمین. هنگامی که تو را دوست دارم حس می کنم که متعلق به تو هستم، چون رودخانه‌ای به بسترش، یک زندانی داوطلب. هنگامی که تو را دوست دارم همه حرکاتم مرا به سوی لبهای تو و آغوش تو باز می‌گردانند و عشق با تو. هنگامی که تو را دوست دارم نیمه شب یا نیم روز، در جهنم یا در بهشت، همه یکی است اگر با تو باشم. دیگر نمی‌دانم فقیرم یا مسیح، می‌دانم اما که رویاهایمان یکی است. هنگامی که تو را دوست دارم در سرانگشتانم گل است و آسمانی را که از تو دارم نیازمند ستاره نیست. هنگامی که تو را دوست دارم تب در خون من است و این میل بیگناه که مرا می‌ترساند و دردآور است. هنگامی که تو را دوست دارم حس می‌کنم که پادشاهم، سلحشوری از گذشته‌های دور، تنها مرد روی زمین. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier. Je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit, midi, un enfer au paradis, n'importe où, mais ensemble. Quand je t'aime, je ne sais بهترین قفس در دنیا قفس خالی است. بیایید به حقوق حیوانات احترام بگذاریم. سایت های اجتماعی نقش بسیار مهمی در انتشار اخبار و اطلاعات ایفا می کنند. اما صرف بودن خبر یا اطلاعات در فضای مجازی به معنی صحت آن نیست. متاسفانه در دنیای اینترنت اکاذیب بسیار سریع‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر از حقایق نشر می‌یابد. از این فضا هوشمندانه، آگاهانه و هدفمندانه استفاده کنید. شما بیننده آینه هستید.
در بخش دوم برنامه با دکتر علی نیری فیزیکدان همراه هستیم. فیزیکدان با دغدغه های اجتماعی که در رابطه با مسائل افغانستان هم میدونم دکتر نیری خیلی درگیر بودن و با افغان های زیادی در ارتباط بودن و هشت و نشت داشتن و میخوایم بدونیم که با وضعیت فعلی افغانستان نظر ایشون چیه و سوالات دیگه‌ای که حتما برای شما خیلی مهمه. درود بر شما دکتر نیری، خیلی خوش آمدید به این برنامه. درود بر شما خانم نگین راغ نازنین، عرض سلام و ادب دارم به بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه‌تون. سپاسگزارم از ماکان عزیز که مدیریت فنی برنامه رو به عهده داره. دکتر نیری، خیلی تأسف انگیز هست اینکه افغانستان دوباره به دام تهجر افتاد. من پیش از شما با دکتر حسام نوذری صحبت میکردم و ایشون هم معتقد بودن که شیوه درستی نبوده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، اما این سوال رو با ایشون هم مطرح کردم. دوست دارم نظر شما رو هم بدونم، چرا بعد از 20 سال تلاش بالاخره الیت جامعه افغانستان یا کلن فارسی زبانان، تلاش هایی که زنان کردن بی وقفه در طول این 20 سال که چندان آرام هم نبود، تقریبا همیشه افغانستان با عملیات های انتحاری، جنگ های داخلی مواجه بود، چه شد که دوباره به دام این تهجر افتاد و امروز چه باید کرد؟ چند تا نکته مهم رو قبل از این لازم دونم که راجبش صحبت کنم. نخست این که پرسش شما پرسش بسیار مهمی و شاید پاسخ ساده‌ای هم نداشته باشه، چون به یک مسئله بسیار پیچیده‌ای دارید اشاره میکنید که در واقع ریشه های بسیار عمیق فرهنگی، اجتماعی و تاریخی در اون منطقه داره. کلن منظورم اون ناحیه که شاید بشه گفت جهان اسلام رو در بر میگیره باید بهش اشاره بکنم. اما ببینید، هیچ کشوری قرار نیست که به صورت تاریخ هم اینو نشون داد، هیچ کشوری به شکل مادام العمری هیچ کشور دیگه ای رو تحت اشغال نگرفته، اون هم در دنیای مدرن. ضمن اینکه آمریکا تقریبا میتونیم بگیم بعد از جنگ ویتنام نشون داده که نتونسته یک کشور اشغالگر باشه. دلیلش هم مشخصه، برای اینکه شما بتونید یک کشور اشغالگر باشید تا جایی که این امکان برای شما فراهم باشه باید بتونید به قول معروف از مشت آهنین برای سرکوب هر نوع اعتراضی استفاده کنید. آمریکا به خاطر خصوصیات دموکراتیکی که کشورش داره امکان اعمال چنین خشونتی رو نداره. برای همین هم است که چه در ویتنام و چه در جنگ های پس از اون که نمونه های آخرش عراق و افغانستان بوده، میبینیم که عملا ارتش آمریکا موفق نبوده در اینکه یک کشوری رو به اشغال خودش در بیاره. ولی به هر حال هر کشوری که به یک کشور دیگه حمله میکنه و اون کشور رو اشغال نظامی میکنه، در قبال اون کشور یک سری تعهداتی داره که ملزم به اجرای اون تعهدات هست. بنابراین آیا آمریکا باید برای همیشه در افغانستان میمون؟ پاسخ یک نه بزرگ هست. آیا خروج آمریکا و متحدان دیگر از افغانستان یک خروج برنامه‌ریزی شده و با مدیریت و با تدبیر بود؟ قطعا اینجور نبود. قطعا نشون میده که اینا حتی شناخت درستی از آنچه که در لایه‌های زیرین اجتماعی اون جامعه داره میگذره نداشتن. از این دلدادگی‌های عجیب و غریبی که بخش بزرگی از مردم از در افغانستان همچنان به دین اسلام دارن و اون هم تازه با اون قرائت خشنی که طالبان داره، حاکی از این هست که دولت‌های غربی و در رأس اون آمریکا شناخت درستی
از پیشینه های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان و کلن اون منطقه به باور من نداشته و ندارن. نکته دیگری که در پاسخ به پرسش بسیار مهم شما باید اضافه کنم این هست که واقعیت مطلب اینه که در افغانستان به ویژه پس از حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی اون زمان به افغانستان، عملا اینکه امکان تشکیل یک جامعه مدنی که برآمده از نقادی و تفکر نقادانه نخبگان جامعه باشه که بتونن فرهنگ خودشون رو بیرحمانه نقد بکنن و اون رو به منصه ظهور برسونن نبوده. بنابراین ما شاهد یک جامعه مدنی نبودیم، آنچنان که در کشور ما هم ایران هرگز به مدرنیته نرسید علی‌رغم تمام مدرنسازی که داشت در کشور انجام میشد و سرانجامش هم دیدیم که به کجا رسید. در افغانستان هم هرگز کشور افغانستان حتی نزدیکی های دروازه های مدرنیته نشد. یکی از مهمترین دستاوردهای مدرنیته تبدیل مردم یک کشور، اونم به خصوص در یک کشور با سابقه سیاسی و اجتماعی اسلامی، به یک ملت واحد. بنابراین در واقع آنچه که در ایران 40 خورده‌ای سال اتفاق افتاد که با میل همگانی مردم بود و آنچه که امروز داریم در افغانستان میبینیم این هست که قاطبه مردم، عموم مردم، اکثریت مردم میل به این رو دارن که شبیه یک امت اسلامی عمل کنه. و طبیعتاً در کشورهای قدیمی، خب بخش بزرگی از افغانستان پاره تن ایران بزرگ بوده، بخشی از خراسان بزرگ هست، ما مفتخر هستیم بزرگانی چون ابن سینا و ابو ریحان بیرونی و جلال الدین بلخی در واقع از خراسان بزرگ هستند که میشه در واقع از جغرافیایی در افغانستان امروزی میفته، کشوری که زمانی چنین بزرگانی رو به تاریخ بشریت هدیه کرده، اما میبینیم که در چارچوب جذب اندیشی و خشکمغزی دوران پس از استیلای ترکان مسلمان شده قرار گرفت از نظر مغزی و فرهنگی در همون حد و دوست داره که تبدیل به یک امت بشه و شبیه یک امت اسلامی عمل کنه. در کشورهای اون منطقه که ما ایرانی ها شاید بتونیم بگیم که در واقع ما خودمون بنیانگذار یکی از سیستم های حکومتداری تاریخ بشریت هستیم، یعنی حکومت پادشاهی، و به خاطر خصوصیات جغرافیایی و فرهنگی اون منطقه دو پایه و ستون بزرگ فرهنگی این کشورهای اون منطقه، سقف فرهنگی و اجتماعیشون برای سوار بوده. یکی پایه حکومت پادشاهی بوده که علارغم تفاوت‌های قبیلگی و قومی میتونسته مردم رو زیر یک لوای واحد قرار بده و اینها هیچ ربطی به مفاهیم مدرنی که در علوم سیاسی هم میبینیم نداره. و پایه دیگرش هم البته دین و مذهب بوده، حالا زمانی دین سنتی ایرانی ها بوده و میبینیم که در اون زمان هم مثلا حرکت های اعتراضی به این دین رسمی میشه، مهمترین و معروفترینش
حرکت مزدکی هاست، ولی نهایتا باز هم ستون دوم همون دین و مذهب باقی میمونه، این بار حالا مذهب و دین خشنتری مثل اسلام. ولی نکته جالب این است که شما وقتی که این دوتا ستون رو دارید و یک ستون رو در هم میکوبینش که اون ستون پادشاهی باشه که به طور سنتی برای مردم اون منطقه معنا و مفهوم خاصی رو داره، طبیعی است که تنها ستونی که میتونه این بار اجتماعی و سیاسی و فرهنگی تاریخی جامعه رو حفظ کنه ستون دینی و مذهبی هست. و این طبیعی است که وقتی که با ائتلاف با نیروهای چپ ستون پادشاهی زده میشه در این کشورها، مردم هجوم میبرن به سمت تنها ستونی که میتونه براشون اون هویت اجتماعی و فرهنگیشون رو حفظ کنه که همون ستون دینی و مذهبی باشه. بنابراین به نظر من خیلی خیلی طبیعی بود که چنین اتفاقی بیفته وقتی که آمریکایی‌ها علی‌رغم محبوبیت فراوان ظاهرشاه تصمیم گرفتن که پادشاهی به افغانستان برنگرده و به سمت جمهوری رفتن. میشد پیش بینی کرد که مردمی که حالا با اون سیستمی که آشنا هستن، میشناسنش، یک جوری در واقع درونیش کردن برای اینکه قرن‌های متمادی با این سیستم کار کردن و براشون آشناست، اون رو ازشون بگیرید و یک سیستم جمهوری بدید که آمریکایی‌ها تصورشون این بود که آنچنان که در مورد آلمان در اون زمان غربی انجام دادن، در ژاپن انجام دادن، حتی در کره جنوبی انجام دادن با تمام کاستی‌هاش، میتونن چنین کاری رو در مورد افغانستان هم انجام بدن. اشتباه بزرگ آمریکایی‌ها دقیقا همین بود، برای اینکه آشنایی به باور من با پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی اون منطقه ندارن. هم در افغانستان این پروژه شکست خورد، هم در عراق این پروژه شکست خورد. در افغانستان به علت دوره‌های طولانی جنگ‌های فرسایشی بسیار بسیار طبیعی هست که الان ما ببینیم که در جامعه‌ای که درش جامعه مدنی به وجود نیامده، مدرن به ظاهر داره میشه ولی همچنان مدرنیته وجود نداره، در درون مغز انسان‌ها تهجر و واپسگرایی هست، طبیعی است که برن به اون سمت. و شما اتفاقی که داره در افغانستان میفته همه رو شگفت زده کرده، ولی اگر که این مسائل رو کنار هم دیگه میبینید، بگذارید میبینید که اصلا مایه شگفتی نیست و شما دیر یا زود باید انتظار چنین مسئله‌ای رو میداشتید. منتها من امیدوار بودم که این تقریبا تمام شواهد نشون میداد که خروج آمریکا چنین پیامدهایی رو خواهد داشت. حتی اگه خاطرتون باشه یک دفعه با یک همتبار افغانستانی ما در خودروی داشتیم صحبت میکردیم، شما هم شاهد اون صحبت بودین، نزدیک شاید یک سال پیش از ترک آمریکا بود، ولی همین که ایشون راجب زمزمه های این خروج میشنید میگفتی که افغانستان در واقع تمام شده است با خروج آمریکا. بنابراین باعث شگفتی نیست، فقط باعث تأسف، نشون میده که طبق معمول کارهای فرهنگی نشده، سرمایه گذاری های فرهنگی نشده، بحثی که باید نخبگان جامعه میکردن و نقدهایی که لازم بوده به نقدهای فرهنگی جامعه انجام بشه برای اینکه این در واقع نقصانهای فرهنگی مورد پالایش قرار بگیره، هیچ کدوم از اینها به طور جدی انجام نشده. تعداد معدودی بودن که البته در این مسیر قدم برداشتن، ولی واقعا اینقدر تعداد محدوده که نتونستن اثرگذاری داشته باشن در جامعه. البته دکتر، در افغانستان بیش از 60 رادیو و تلویزیون آزاد حضور داشتن و این واقعا باعث شگفتی بود. و وقتی که ما ایرانی ها قیاس میکردیم شرایط افغانستان رو،
با کشور خودمون اصلا میشه گفت قابل مقایسه نبود، درسته خانم موسیقی راه، ولی آزاد بود. رادیوها در چه زمینه هایی بودن؟ دقیقا ببینید، منم دقیقا مرادم همین هست و میخوام به همین برسم که علارغم اینکه رسانه ها آزاد بودن، زنان تا حد زیادی تونسته بودن به وارد جامعه بشن، موسیقی برای زنان آزاد بود، اما کماکان اون تابه ها شکسته نشده بود، اون تابه هایی که بحث های دینی، نقد دین امکان پذیر نبود. حالا ضمن اینکه پاسختون رو به این پرسش من هم بدین، یک پرسش مهمتری هست، اونم این که افغانستان آیا باید مسیر ایران رو طی کنه و خودش به این نتیجه برسه که باید جامعه رو سکولار اداره کرد و نباید حکومت و دین با هم ادغام بشه؟ نظر شما چیست؟ ببینید خانم را، به باور من این اصلا اهمیتی نداره که ما بخوایم حرفای سانتیمانتال بزنیم که خوشاینده یه دی قرار بگیره. واقعیتش این است که چون ما با پوست و گوشت و استخوانمون تجربه اسلامی شدن ایران رو داشتیم، واقعیت هم این هست علارغم آنچه که یه دی از نخبگان سیاسی و اجتماعی ما اصرار دارن برای اینکه انقلاب 57 انقلابی بود که از اونها دزدیده شد، واقعیت این است که انقلاب 57 اصلا دزدیده نشد. مردم ما دلتنگ اسلام بودن، درد اسلام داشتن و میخواستن قوانین اسلامی جاری و ساری باشه. واقعیت این، حالا هر کسی میتونه هر چی که دوست داره بگه، ولی خودمون داریم نتیجه رو میبینیم. در واقع یک جوری به باور من این هست که مردم سر خودشون رو میخوان کلاه بگذارن با این حرفایی که میزنن. مردم درد اسلام داشتن. شما به حتی به فیلم های اواخر دهه 50 خورشیدی نگاه بکنید، این رو میتونید ببینید. ناموس پرستی، غیرت بازی که همه اینها باعث حالت تهوعه، ولی در جامعه گسترش پیدا میکنه. فیلمساز برجسته و فرنگ رفته ما علاقه نشون میده به این نوع فیلم ها و مورد پذیرش جامعه هم قرار میگیره. میتونن مردم خودشون مقایسه کنن با فیلم های ساخته شده دهه 40، حتی به موسیقیان بیاین نگاه کنید، مقایسه کنید به موسیقی دهه 50 با دهه 40، میتونید اینو ببینید. مردم ما باید این تجربه رو میکرد و متاسفانه هزینه بسیار زیادی هم داده. از این جهت هست که شاید ایران در یک جایگاه بسیار ممتازی قرار گرفته. شما خاطرتون هست ما چند سال پیش در همین رسانه آینه با یک جوان بسیار خوشفکر افغانستانی داشتیم صحبت میکردیم، گفت شاید به لحاظ سیاسی افغانستان آزادتر از ایران باشه، ولی به لحاظ فرهنگی بسیار عقبتره. رشد فرهنگی که ایران در این 40 سال اخیر با دادن هزینه گزاف، با دادن و قربانی شدن جوانهای بسیار زیادی، مغزهای بسیار زیادی، به این نتیجه رسیده که امروز رسیده که دین باید از زندگی مردم بره بیرون، دین باید از حکومت کنار گذاشته. این دستاورد بسیار بزرگیه و مردم ما امروز نشون دادن که دوست ندارن شبیه یک امت اسلامی باشون رفتار بشه، دوست دارن به شکل یک ملت مدرن بهشون نگاه بشه. متاسفانه مردم افغانستان باید خودشون به این نتیجه برسن. یک چیز وارداتی و تحمیلیه که شما هر چقدر هم تلاش بکنید، و به باور من نیروهای غربی کاملا غافل از این بودن و مدام داشتن ملت ها رو با اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا افتاده بود مقایسه میکنن، این مقایسه بسیار غلطی بود و فهم میکنن همون کارها رو میتونن در این منطقه انجام بدن. همین هست، ما سبقه تاریخی مدرنیته رو نداریم در این منطقه و در این مناطق، کاملا برخلاف اروپایی که درسته حالا ممکنه یک نوع فرض کنید دینخویی مدرن مدل فاشیسم و نازیسم میاد در اروپا، ولی اروپا سابقه فرهنگی بزرگ عبور از
دوره های تاریکی و ورود به عصر روشنگری و مدرنیته داشته. در این منطقه کجا ما چنین در واقع صرافتی رو داشتیم و چنین فخر فروشی رو داشتیم که به همچین درجه از رشد فرهنگی و فکری رسیده باشیم؟ بنابراین متاسف هستم که به نظر من میاد شرایط در افغانستان طوری است که مردم افغانستان خودشون همچون مردم ایران باید این تجربه تخت رو از سر بگذرونن، چون تاریخ نشون داده، رفتار انسان ها نشون داده که ما ها معمولا از تجربه هم دیگه استفاده نمی کنیم، دوست داریم که این تجربه ها رو خودمون بکنیم. مردم افغانستان هم به نظر من نشون دادن که علاقه به تجربه، استفاده از تجربه کشورها و ملل ها دیگه ندارن و تصمیم دارن که خودشون این تجربه رو بکنن و با گوشت و پوست و استخونشون درک بکنن که زندگی تحت لوای یک حکومت دینی چه رنگ و بویی داره و چه معنایی داره. خب فکر میکنید جامعه ای که جامعه شناسان معتقد هستن بسیار خسته هست پس از سالیان سال جنگ های داخلی و عملیات های انتحاری غم‌انگیزی که در افغانستان اتفاق میافتاد، علت تسلیم مردم این نبوده که دلشون برای طالبان و اون قوانین اسلامی تنگ شده بوده، جامعه اونقدر خسته بوده که توان مقاومت نداشته. چقدر شما موافق هستین؟ فکر میکنم حدود 2 دقیقه فرصت داریم. و فکر میکنید که آیا افغانستان هم مثل ایران احتیاج داره که حداقل 40 سال، شاید کمتر از 40 سال، البته ایران به نظر میرسه که طول کشید تا به این نتیجه برسه، یک همچین زمانی رو احتیاج داره، یا به مدد تکنولوژی افغانستان زودتر به خودش میاد و جامعه میتونه خودش رو بازسازی کنه و از جاش بلند شه؟ تقریبا 1 دقیقه فرصت داره. نه، من با شما موافقم که فرصت زمانی کوتاهتری رو داره به خاطر وجود تکنولوژی و این دهکده جهانی که الان ما داریم، ارتباطات که عملا حتی خود کشورهای خودکامه هم و تمامیت خواد نمیتونن مستقل از جهان بیرونی زندگی کنن. قطعا مسئله فرسایش و خستگی و فرسوده بودن مردم، کوفتگی سیاسی مردم اینجا اهمیت داشته، ولی هر چقدر هم این کوفتگی زیاد بوده، وقتی شما بدونید چه خطر بزرگی داره شما رو تهدید میکنه و میتونه شما رو از حیز انتفاع بندازه، اون موقع با تمام فرسودگی چون هر چیزی هست مقاومت میکنید. ما کوچکترین مقاومتی ندیدیم. این من رو به این صرافت میندازه که مردم هنوز براشون مسئله درد اسلامه و دغدغه اسلامی بودنه هنوز در اون مردم وجود داشته، یعنی بعدشون هم نمی اومد. ما چون در ایران این تجربه رو داشتیم دیگه، آقایون بعدشون نمی اومد آزادی هایی که اسلام رو داد بهشون میداد رو ازش استفاده کنن. ممکنه در ظاهر هم نمی گفتن، ولی در باطن که می دیدن حق و امتیاز بیشتری نسبت به خانوم ها دارن، این امکان داره که چند همسری داشته باشن، این امکان رو داشتن که بتونن زنان رو تهدید و تهدید بکنن بدون اینکه، یا اینجوری بگم با توجه به اینکه قانون هم ازشون حمایت میکنه، بنابراین خیلی بعدشون هم نمیامد. بله، مسئله امنیت بسیار مسئله مهمیه. مردم از جنگ خستن در افغانستان، ترجیح دادن که خیلی خب یه حکومتی یه دستی باشه که ما دیگه از جنگ و اینا راحت شیم. ولی مگه میشه شما باور بکنید که چنین حکومتی با چنین معیارهای اخلاقی و جهانبینی سر کار بیاد چون ما خسته ایم؟ نه، به نظر من مسئله فراتر از خستگی و حفظ امنیت بوده. مسئله این است که هنوز قاطبه مردم افغانستان دلداده یک کشور دینی هستند. خیلی از شما سپاسگزارم دکتر نیری که وقت گرامیتون رو در اختیار ما گذاشتید.
با شما بدرود میگم دکتر نیری و همچنین با بینندگان و شنوندگان رسانه آینه خواسته، اگر از افغانستان دارین تصویر ما رو دریافت میکنید، آرزوی روزهای آرامی رو با شما دارم با کمترین دغدغه ممکن. تا هفته آینده بدرود. بررسی آخرین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در هشتگ چرا با نگین راغ.